الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. الله على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم ومدعي شؤونهم إلى يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت. تبری از اعدا یک امر الزامی است و این برهان علمی پشتش، علمم که میگیم علمی که ریشه در معارف دین دارد. علم که میگیم ما نمیتونیم اختراع علم بکنیم. این آیونی که گاهی موضع منفی دارن، برهانی که ما اقامه میکنیم برهان علمی است. برهان علمی ما هم مثل علم فقه، علم فقه پشتوانه اش در معارف و لسان وحی و خاندان وحی است. اینجا هم برهان علمی ما پشتوانه اش در متون آیات کریمه قرآن و در روایات مفسره این آیات است. این برهان علمی ماست. و گاهی ممکنه یک برهانی کسی ادعا کنه، برهان عقلی. برهان عقلی که میگیم آیون بخصوصا جوانترها عنایت بکنن، علمای اعلام، برهان عقلی برهانی است که هر صاحب اندیشه ای وقتی با این برهان برخورد میکند بپذیرد. مثل علم ریاضیه، علم ریاضی یا قضایای هندسی که با یه برهان محاسباتی یک قضیه هندسی رو اثبات میکنن، یا یک معادله یک مجهولی یا چند مجهولی رو با برهان ریاضی اثبات میکنن، این میشه برهان عقلی. اما سایر رشته های علمی پشتوانه عقلی ندارن. بسیاری از اینها رشته امور تجربی است، یا میاد مبانی عقلایی دارد. یعنی مبانی عقلایی یعنی چیزی که در یک جامعه مورد پسند اکثریت عقلای جامعه قرار میگیرد، که معمولا از این به اصطلاح تعبیر میشود به آراء محموده در علم منطق. یعنی این که ریشه دارد در تطابق اندیشه ها و نظرات عقلا، کسانی که فاقد هر نوع شائبه و وابستگی عاطفی به چیزی باشند. خب ما اصلا خودمون رو فارغ میکنیم از وابستگی و تعلقات و دوستی به خاندان رسالت علیهم السلام. میگیم یک جریانی در این عالم وجود داره. همین امروز یک کسی آمده یه فرضیه علمی رو مطرح کرده است. الان همه ما که اینجا نشستیم وقتی داستان گالیله را میشنویم اظهار تأسف میکنیم. میگیم گالیله یک دانشمندی بود، آمد قدرت جاذبه زمین رو کشف کرد و برای عصر حیات خودش و مردم معاصر خودش عرضه کرد. خب یک نظریه بود، حالا یا نظریه درست بود، برهان فنی هم پشتش داشت، برهان تجربی هم داشت. بعد اصلا آمد ثابت کرد، یه دونه مداد گرفت دستش، یه دونه سیب گرفت دستش، انداخت زمین. حرکت زمین رو، قانون حرکت و گردش زمین رو هم اثبات کرد. خب این اثبات یک فرضیه بود، عرضه و طرح یک تئوری بود. در مقابل او افراد بیخرد و فاقد اندیشه، اون هم به عنوان طرفداری از دین خدا، اون آخوندهای بیسواد مسیحیت که ایدن دکونشون تعطیل میشه، آمدن دستور کشتن گالیله. بعد معروفه، میگن که گالیله رو وقتی برای مذبحش میبردن دستشو گذاشت رو زمین، گفت من زنده باشم یا زنده نباشم تو گردش خودت رو خواهی کرد، تو این قدرت رو خواهی داشت. خب ببینید، ما الان اینجا نشستیم بعد از نمیدونم چند قرن بر این ماجرا
تأمل نکردم. چند قرن بر این ماجرا می گذرد. امروز که ما این نکته را می شنویم، هم بر گالیله آفرین می گوییم که بر نظریه خودش ایستاد، پای مردی کرد، و هم بر کسانی که نسبت به او ظلم کردند و این سرمایه علمی رو از بشریت گرفتند. درسته؟ دیگه شکی در این هست؟ امروز هم میگیم یک خانواده ای بودند، اصلا صرف نظر از وحی، خاندانی بودند دارای قدرت اندیشه، مصلح، دوستدار هدایت مردم، از خود رسول خاتم علیه و علی آله الصلاة و السلام تا تک تک فرزندانش، همه اینها راهشان، گفتارشان، رفتارشان، مسیرشان در راه هدایت مردم بود. خب با اینها چگونه برخورد شد؟ خب اون کسانی که کمر به قتل اینها بستند، اون کسانی که جلوگیری کردند از نشر معارف هدایتی برای مردم به وسیله اینها، آیا اینها ظالم هستند یا نیستند؟